داستان‌های فارسی جک و لوبیای سهرامیز. زمانهای خیلی دور پسر کوچیکی به نام جک همراه مادرش در خونهی کوچیک در دهکده ای زندگی میکرد. اونا هیچ منبع درآمدی نداشتن. همه چیزشون رو برای گذران زندگی فروخته بودن. تمام چیزی که براشون باقی مونده بود یک گاو بود که بهشون شیر میداد. اونا به اندازه ای فقیر بودن که جک و مادرش خیلی وقتا با شکم گرسنه میخوابیدن. جک هر روز از شیر گاو استفاده میکرد، اما گاو برای شیر دادن به علوفه نیاز داشت و اونا پولی نداشتن. بنابراین مادر جک فکری کرد. اون پیش جک رفت و بهش گفت تنها گاوشون رو بفروشه. باشه مامان. جک برای فروش گاو به بازار رفت و در راه با پیرمردی بامزه برخورد کرد. صبح بخیر جک. صبح بخیر. این گاوو کجا میبری پسر کوچولو؟ برای فروش گاو به بازار میرم. اوه پسر جون، نیاز نیست واسه این کار انقدر دور بری. گاوو بده به من میخورمش. خب بگو ببینم، تو در عوض گاو به من چی میدی؟ من برای پسر خوبی مثل تو معامله خوبی دارم. و اون چیه؟ من به تو 5 تا لوبیای سهرامیز میدم. جک خیلی گیج شده بود. این لوبیاها عادی به نظر نمیان. لوبیاها عجیب و غریب به نظر میرسیدن. اونا بزرگ بودن، بزرگتر از هر لوبیای معمولی دیگه. من این لوبیاها رو نمیخوام. با اینا چی کار میتونم بکنم؟ اینا لوبیاهای معمولی نیستن پسر جون، اونا جادویی هست. جادویی؟ واقعا؟ چطوری کار میکنن؟ اونا خیلی جادویی هست. اگه توی نیمه های شب بکارشون تا صبح سر به آسمون میکشن. جک متقاعد شد. اون گاف رو با لوبیاها عوض کرد چون که اونها جادویی بودن. از الان به بعد اونا در ازای این گاو برای تو هستن. جک خیلی ذوق داشت تا لوبیاها رو به مامانش نشون بده. به محض اینکه به خونه رسید لبخند زد و دست در جیبش برد. فقط به این لوبیاها نگاه کن مادر، اونا جادویی هن. چی؟ تو گاو رو در ازای این لوبیاهایی که عجیب به نظر میرسن فروختی؟ همینطوره مادر. تو گاوو به چند تا دونه لوبیا فروختی؟ چطور میتونی اینقدر نادون باشی؟ مادر خشمگین شد و لوبیاها رو از پنجره به بیرون پرتاب کرد. چه پسر نادونی. جک خیلی ناراحت شد. اون به سمت اتاق کوچیکش در زیر شیروانی دوید و شروع کرد به فکر کردن درباره کارش. چطور تونستم اینقدر احمق باشم؟ من گاوو به لوبیا فروختم. اون توی تخت خوابش گریه کرد و بدون اینکه شامشو بخوره خوابش برد. وقتی روز بعد خورشید طلوع کرد، جک بیدار شد و از پنجره بیرون رو نگاه کرد. در کمال تعجب ساقه عظیم لوبیا رو دید که به آسمون رسیده. اوه خدای من، اون لوبیاها واقعا جادویی بودن. تصمیم گرفت از ساقه لوبیا بالا بره. ساقه بالا و بالاتر رفته بود تا به آسمون رسیده بود. جک بیچاره بالا و بالاتر رفت تا اینکه در آخر ابرها رو زیر پاش دید. این واقعا فوق‌العاده است. از اینجا همه چی خیلی کوچیک به نظر میرسه. کمی که بالاتر رفت به در طلایی بزرگی رسید که در نور خورشید می‌درخشید. به محض اینکه جلوتر رفت در باز شد. این یک قلمرو پادشاهی در آسمان بود. جادویی بود. جک محو زیبایی قصر پادشاهی شده بود. به محض ورود به قلمرو یک گل ترسناک دید که روی صندلی خواب بود. جک بعد از بالا رفتن از ساقه لوبیا خیلی احساس گرسنگی می‌کرد.
بنابراین به آرامی داخل شد تا راه آشپزخونه رو پیدا کنه. اون مقداری میوه تازه و شیر در آشپزخونه دید. همین که میخواست نزدیک اونا بشه تا اونا رو برداره صدای بلندی شنید. نه؟ این صدای چیه؟ جک به شدت ترسیده بود. اون دوی تا درون یک چاله کوچیک مخفی بشه. عجیب عجیلا ترچی بوی آدمی زاد میاد. مرده یا زنده پیداش میکنم و میخورمش. هیچی خوشمزه تر از کباب انسان نیست، چون خیلی لذیذه. غول نتونست آدمی رو پیدا کنه، پس غذای خودش رو که روی میز باقی مونده بود و خورد. اون کیسه طلاهاش رو بیرون آورد. اونها رو شمرد و روی میز گذاشتشون. بعدش رفت که بخوابه. جک به آرومی از جایی که مخفی شده بود بیرون اومد و تصمیم گرفت تا کیسه طلاها رو برداره. با خودش فکر کرد مادرش دیگه از دستش ناراحت نخواهد بود. این خیلی سنگینه، باید برش دارم از اینجا فرار کنم. اون با کیسه طلاها از ساقه لوبیا سر خورد، به خونه رفت و سکه ها رو به مادرش داد. کیسه طلا؟ از کجا آوردیش؟ جک تمام داستان رو برای مادرش تعریف کرد. مادرش از اینکه طلا به دست آوردن و پسرش زنده برگشته خیلی خوشحال بود. چند روز بعد جک دوباره از ساقه بالا رفت و به خانه غول رسید. جک دوباره غول رو در حال خواب دید، ولی این بار غول خروپف میکرد. صدای خروپف به حدی بلند بود که جک مجبور شد یک جا پناه بگیره تا گوشاش اذیت نشه. غول بیدار شد. جک از ترس پرید و خودش رو زیر تختی قایم کرد. اچی مچی لاتر اچی بوی آدمی زاد میاد. مرده یا زنده پیداش میکنم و میخورمه. هیچی خوشمزه تر از کباب انسان نیست، چون خیلی لذیذه. هیچ پسر بچه اینجا نیست. غول هیچ کس رو پیدا نکرد. بعدش مرغی رو از قفسش بیرون آورد و فریاد زد، همین الان تخم طلا بذار. مرغ یه تخم طلا گذاشت و غول اونو تو سبدش قرار داد و رفت بخوابه. وقتی داشت بیرون میرفت، جک فهمید که دیگه خطری وجود نداره. اون مرغ رو برداشت و فوراً از ساقه پایین اومد. بعد از رفتن به خونه ماجرا رو برای مادرش تعریف کرد. نگاه کن مادر، من این بار یه مرغ برات آوردم که تخم طلا میذاره. ببین چطوری کار میکنه. همین الان تخم طلا بذار. مادر جک خیلی خوشحال بود. برای بار سوم جک از ساقه بالا رفت و به قلمرو غول رسید. بار اون غول رو دید که داشت با چنگ زیبا بازی میکرد. اون زیر میز قایم شد. عجیم عجیلا ترچی بوی آدمی زاد میاد. مرده یا زنده پیداش میکنم و میخورمش. هیچی خوشمزه تر از کباب انسان نیست، چون خیلی لذیذه. امروز هر جور شده پیداش میکنم. غول این بر اون بر گشت، اما کسی رو پیدا نکرد. خسته شد و رفت بخوابه.
در همین لحظه جک چنگو برداشت و قصدش از قصر خارج بشه. ناگهان چنگ جادویی فریاد زد: ارباب به من کمک کن، یه پسره داره منو میدزده، داره منو از شما جدا میکنه. قول ناگهان از خواب پرید و جک رو با چنگ دید. با خشم دوباره جک دید: پس این تو بودی که مرغ و کیسه ی طلا همو دزدی؟ به خاطر این تنبیهت می کنم. اما جک سریع تر از گول می دوید. اون با تمام توان از ساق سر خورد و گول که متوجه شده بود فریب خورده به دنبالش پایین اومد. جک سر خورد و سر خورد و با سریع ترین سرعتی که می تونست از ساق پایین اومد و یه تبر از داخل خونه آورد. اون شروع به قطع کردن ساق کرد. ساق شکست و قول به پایین پرد و تاج شکست و ساقه به روی اون افتاد. مادر جک به محض دیدن قول وحشت کرد. اون فهمید که این اشتباه خودش بوده که جلوی دزدی های جک رو نگرفته، چون که حریص شده بود و میتونست برای این اتفاق زندگیشو از دست بده. اون جک رو در آغوش کشید، احساس تأسف میکرد و به جک توضیح داد: جک، متاسفم که بهت اجازه دادم دزدی کنی، باید بهت میگفتم. اگه قول تو رو میگرفت چی؟ تو دیگه امروز پیش من نبودی پسرم. مادر، من امروز درس بزرگی گرفتم، من کار میکنم و پول به دست میارم. جک و مادرش الان خیلی ثروتمند شدن و از اون به بعد شاد و خوشحال زندگی میکنن. Thank you.